بعضی از اوقات در اطراف ما میبینیم که انسانهای وجود دارن که واقعا از زندگیشان لذت میبرن. ما هم طرفشان حیران حیران سعی کردن و بعضی از وقتا واقعا برشان حسادت میکنن. اگر شما هم از جمله از این افراد هستین، تشویش نکنید، چون تنها نیستین. به خاطر از اینکه در تمام دنیا فقط 20 یا 30% از افراد واقعا میفهمند که چگونه از زندگیشان لذت ببرند. باقی مانده 70 یا 80% از مردم فقط برای از اونا دیده و پیش خود فکر میکنه که راز از این چی است که اینا قسم از زندگی خود لذت ببرند. اما اول باید این رو بفهمیم، درک کنیم و قبول کنیم که از لذت بردن از زندگی یک انتخاب است. لذت نبردن از زندگی هم یک انتخاب است. زبان مال شما است. همیشه میتونید شکایت کنید و همیشه میتونید گپای خوبه هم در مورد زندگیتان بگویید. ولی تشویش نکنید. درکتان میکنم. به این خاطر که درست است که از لذت بردن از زندگی یک انتخاب است. ولی بعضی از اوقات همین انتخاب را نمیفهمیم که چه قسم عملی کنیم. یعنی شاید شما بگوین که ما میخواییم از زندگیم لذت ببرم، اما نمیفهم که چی کار کنم که همین انتخاب داشته باشم. به همین خاطر امروز با یه ویدیو در مقابل شما هستیم. امروز کسایی که از زندگیشان لذت میبرن چطور لذت میبرن در باره ایزو بحث خواهد کردیم. اگر حاضر هستید بیاین که ویدیو بارو شروع کنیم. صبح ها ساعت چند از خواب خیزیم؟ شاید بگوین که چی مربوط است و لذت بردن از زندگی. خیلی مربوط هست، میفهمید؟ بخاطر از اینکه انسان هایی که ناوقت از خواب میخیزن احتمال لذت بردنشان از زندگی خیلی پایین هست. بخاطر اینکه شما اگر بخواین یا نخواین، اگر قبول کنین یا نکنین، ثانیه ها در حال گذشتن است و شما اگر خواب باشین یا بیدار، این ثانیه ها خواب گذشت و برای شما و منتظر شما نخواهد بود. به همین خاطر انسان هایی را که بسیار زیاد وقت میخیزن، انسان هایی که ساعت 10-11 بجه روز میخیزن، بسیار زیاد تفاوت داره زندگیشان. طریقه لذت بردن از زندگیشان بسیار تفاوت داره. به خاطر که یک انسانی که در 9 بجه روز میخیزه و یک انسانی که در 5 بجه روز میخیزه، 4 ساعت تفاوت بین از دو دانه است. و روز مثلا مثال بدیم که 12 ساعت است، شما 4 ساعتش را خواب باشید 8 ساعت میمانه. شما کارهایی را که در 12 ساعت میتونید، 8 ساعت انجام داده نمیتونید. و همچنان این هم نباید فراموش کنید که وقتی که ما صبح وقت میخیزیم انرژی ما خیلی خوب است، ولی هر قدر که ناوقت از خواب خیزیم اما قدر انرژی ما پایین و حال ما خراب میباشد و انرژی بریزی و حال برای انجام دادن کارهای زیادتر نداریم. ولی در پهلوی از اینکه وقت میخیزیم یک کار دیگر هم باید، اولین قدمی که برای لذت بردن از زندگی میمونیم و خیستن و در پالی از اون مهمترین انجام دادن مهمترین کارهای ما در اولین بخش روز است. یعنی زمانی که شما از خواب میخیزید، اگر مهمترین کارهای تان در اول انجام ندید، همیشه یک بار در سر شانای تان خواهد بود، یک مسئولیت در حس ساکت و استرس زیر خود داشتید که چی وقت با کارتان انجام میدید، حتی اگر با کارهای دیگه هم مسئول باشید. پس اولین قدمی که برای لذت بردن از زندگی ما میمونیم چیست؟ صبح ها وقت میخیزیم و مهمترین کارهای ما را در اول صبح انجام میدیم. داشتن یک روتین همیشه فایده های زیاد داره و همیشه این را گفتیم هم بیان کردیم. اما لذت بردن از زندگی بعضی از اوقات شاید خارج شدن از این روتین یا از کارهای روزمره باشه. هر انسانی یک پلان گذاری روزانه، هفتهوار یا ماهوار برای خودش داره که من امروز این کار حالا انجام میدم، فردا این کار حالا، چون به خاطر داشتن یک آینده خوب پلان گذاری روزها، پلان گذاری ساعتها و کارهایتان بسیار زیاد مهم است. اما اگر میخواییم که از زندگیتان لذت ببریم، بعضی از اوقات از این روتین و از این پلانهایتان باید خارج شوید. به خاطر که اگر همیشه مطابقه روتینیتان بودین، زندگیتان یکسان میشه و از انسانهای 70 ساله هیچ فرق نخواهد داشتین. اما اگر همیشه بدون پلان هم سفری کنین، پس او وقت هم حالتتان به انسانهای مبدل میشه که هیچ هدف در زندگی نداره
و چی کاری در زندگی انجام میده یا چی کاری در زندگی انجام نمیده درباره از او هم کدام فکر نداره. پس این باید داشته باشیم که در زندگی پلان گذاری، در زندگی داشتن یک عادت های روزمره خیلی خوب است، اما بعضی از اوقات از او عادت ها خارج شدن هم خیلی زیاد ضررزا نیست و حتی مفید است. به نظر من مثال میتونم براتون، شما هر روز مثلا ساعت 5 یک کار مشخص انجام میدید، امروز ساعت 5 هم کار مشخص انجام ندید یک کار دیگه انجام میدید، ببینید که به خاطر که انجام دادن کارهای متفاوت هم برای ذهن ما هم برای بدن ما مفید است. یکی از مهمترین فلسفه‌های زندگی مخصوصا خود من یک جمله خیلی خوبه هست که میگه یا کار را که دوست داری کن یا هم کار را که میکنی دوست داشته باش، یا شخص را که دوست داری بایش زندگی کن یا هم شخص را که بایش زندگی میکنی دوست داشته باش. ببینید اگر از زندگی تان میخواهید لذت ببرید، از دو انتخاب سومش را ندارید، یا باید زجر کشیده و ناله کده شکایت کده او کارتان را کنید، یا هم باید کار دوست داشته باشید. همیشه در زندگی ممکن نیست که ما کار را انجام بدیم که او را دوست داریم، ولی همیشه ممکن است که کار را که انجام میدیم را دوست داشته باشیم. مثلا من خیلی دوست دارم که یک دکتر باشم، دکتر شده نتونستم، مثلا اقتصاد میخوانم فعلا، ولی اقتصاد را فعلا دوست دارم و واقعا در مورد از او کوشش میکنم و تلاش میکنم که در آینده اقتصاددان خیلی خوب شم. یعنی اگر نمیخواهید که مانع لذت بردنتان از زندگی شوید، در همه جاهای زندگیتان این جمله را عملی کنید. یعنی مثلا مثال میتونم با کسی که واقعا او را دوست داشتید نتونستین با هم باشین یا هم رابطه ایتان خراب شد و فعلا باید نفر دیگه هستین، پس او را دوست داشته باشید. اگر همیشه چشمتان به یک طرف دیگه باشه ولی فقط جسمتان در اینجا باشه، زندگیتان لذت بخش شده نمیتونه، چون یک مانعی شما در سر راه از او قرار داد. یکی از بزرگترین اشتباهات ما که مانع لذت بردن از زندگی ما میشه، زندگی کردن به طریق دیگران، زندگی کردن به خاطر دیگر. فلانی من خوب بگویه و به خاطر از اینکه من تو کنم، یا من این کار انجام میدم که فلانی من خوب بگویه. در خانواده های ما شما یک گپ خیلی مثلا رواج داره، یک کار انجام میدیم دیوانه هستی و کار مردم چی میگه، مردم چی میگه. این جمله یکی از بی‌مفهوم ترین جمله های دنیا است که من در زندگیم شنیدم. برای من چی که مردم چی میگه، یا برای تو چی که مردم چی میگه؟ شما این زندگی شما از خود شماست و شما یک بار به دنیا میایید. اگر این زندگی را به خواست خودتان نکنیم، پس در آخر عمر خیلی پشیمان خواهید شد. و واقعا خوشبخت میبینم انسان هایی را که او انسان هایی واقعا از زندگی خود لذت میبره که این جمله را همیشه گفته میتونه، این زندگی از بس و من مدیریتش خواهد کرد. یکی از بزرگترین اشتباهات نسل قبلی به نظر من این بوده که همیشه هم خودشان هم اولادهایشان را نماندن که به خواست خودشان زندگی کنند، همیشه به خاطر گپ مردم زندگی کردن، همیشه به خاطر از اینکه دوست اقارب مچم کسایی که در یک منطقه زندگی میکنه اونا رو چیز نگویه نظر به اونا زندگی کرد و هیچ وقت خواسته های خودشان را برای خودشان حتی نبود. به همین خاطر شما این اشتباه تکرار نکنید. اگر میخواهید که واقعا از زندگی لذت ببرید، پس به خود با خواست خودتان زندگی کنید، نه به خواست اکس و وای. بارها این گپ را تکرار کردید، هر انسان اوسط 5 انسانی است که در اطرافش با او زندگی میکنه. یعنی شما اگر بخواهید یا نخواهید، اگر قبول کنین یا نکنین، زندگی شما را، شخصیت شما را و همو قالب شما را انسان‌هایی تشکیل میده که در اطراف شما است. به همین خاطر به انتخاب دوستتان خیلی توجه کنین. ببینین این نگوین که من هیچ کس تغییر داده نمیتونم، من یک قسمتم، هر کس را تغییر میده. باور کنین که با خوبترین انسان دنیا، اگر شما بدترین انسان دنیا هم باشید، با سه دانه خوبترین انسان دنیا در مدت یک سال باشید، یک تعداد از خویهای از اونا رو بگیرید، نخواهید همیده. و اگر شما خوبترین انسان دنیا هم باشید، با اشخاص بعد اگر گشت و گذار کنید و اونا رو به حیث دوست دار انتخاب کنید، بعد از یک مدت بعد از خویهای از اونا رو بگیرید. پس برای ما باشه که انتخاب دوست
از لذت بردن از زندگی خیلی مهم است. من از خودم یک مثال بتون برتون، یکی از انسان‌های اطرافم خیلی میدونم که از زندگی واقعا لذت میبره و من برای ازو گفتم که ما میخوایم با تو دوست شیم بخاطر که واقعا از زندگی خیلی لذت میبریم و میبینیم که چقدر خوش هستی از زندگی. میخوایم راز از زندگی بفهم و زمانی که با این آدم یک ذره وقت سپری کردم دیدم که واقعا یک ذره از خاصیت هایی به من هم انتقال کرده و خیلی به این خاطر خوشحالم هستم. این از یاد ما نره که اگر میخواییم از زندگی خود لذت ببریم، انسان های اطراف خود باید به دقت انتخاب کنیم. داخل هم میخواییم یه بگویم باور کنید به اندازه‌ای که شما فکر میکنید لذت بردن از زندگی سخت است، فقط کافی است که انتخاب درست داشته باشید. رسیدیم به پایان یکی از ویدیوهای دیگه و خیلی زیاد تشکر میکنم از اینکه این ویدیو رو هم با حوصله‌مندی کامل گوش کردین. امیدوار هستم از این ویدیو هم چیزهای خوب یاد گرفته و در زندگیتان عملی بتونید. اگر بار اول است که ویدیو ما رو تماشا میکنید، کانال ما رو سابسکرایب کرده و آیکن زنگ فشار بدین تا بتونید از جدیدترین ویدیوهای ما خبر شید. تا ویدیوی بعدی مواظب خودتان باشید. با امید دیدار.